21مین روز مهر ماه برابر با 13 اکتبر سال 1347 خورشیدی برابر با 1968 میلادی. در گذشت استاد حسین بهزاد، مشهورترین نگارگر معاصر ایران، که در تهران به دنیا آمد و در اوایل کودکی به سبب علاقه بسیار به نقاشی و بی‌توجهی به درس از مدرسه اخراج شد. پدرش او را به استاد نقاشی سپرد و او به نقاشی پرداخت. بهزاد با ارائه آثار هنریش به تدریج مشهور گردید و سرانجام به عنوان بزرگترین و پرآوازه‌ترین مینیاتوریست معاصر ایران شناخته شد. او با ابداعاتی در هنر مینیاتور این هنر ایرانی را بهبود بخشید. وی در بکارگیری رنگ‌ها از شیوه‌های بدی استفاده می‌کرد و با رنگ شادی می‌آفرید یا غم و اندوه را به بیننده القا می‌کرد. شاهنامه فردوسی، ایوان مدائن و فتح بابل از جمله آثار ارزشمند او به شمار می‌رود. سال 1305 خورشیدی برابر با 1926 میلادی، در گذشت شاعر دوره قاجار محمد تقی شوریده شیرازی، که در شیراز زاده شد و در 7 سالگی بر اثر آبله از نعمت بینایی محروم گردید. وی پس از مرگ پدر در 9 سالگی تحت سرپرستی دایی قرار گرفت و از آنجا که دارای هوش سرشاری بود، در مدتی کوتاه به وسیله اشعارش بلند آوازه گردید و شعرش بر زبانها افتاد. محمد تقی پس از آن راهی تهران شد و مورد توجه ناصرالدین شاه قاجار قرار گرفت و لقب فصیح الملک دریافت کرد. محمد تقی شوریده آنگاه به شیراز عزیمت نمود و تا پایان عمر در آنجا ماند. شوریده شیرازی در اواخر عمر تولیت افتخاری مقبره سعدی را پذیرفت و در تعمیر آن کوشش فراوانی کرد. سرانجام این شاعر شیرازی در 69 سالگی درگذشت و در جوار مزار شیخ اجل سعدی شیرازی مدفون گردید. شوریده شیرازی در قصیده سرایی، غزل، طنز و مطایبه نبوغی به سزا داشت. او به ویژه در سرودن اشعاری که متضمن کلمات عامیانه و اصطلاحات اهالی فارس است، مهارت فراوانی از خود نشان داده است. از شوریده شیرازی آثاری بر جای مانده است که دیوان غزلیات، آذر، کشف المواد و نامه روشندلان از آن جمله اند. سال 1358 خورشیدی برابر با 1979 میلادی، در گذشت دکتر غلام حسین مصاحب، ادیب، نویسنده و صاحب دارالمعارف غلام حسین مصاحب، ریاضیدان و دانشنویس ایرانی بود و به سبب کوشش‌هایش در راه ترویج ریاضیات جدید در ایران، وی را پدر ریاضیات جدید لقب دادند. غلام حسین مصاحب که در تهران در خانواده اهل علم و ادب به دنیا آمده بود، مؤسسه ریاضیات را در دانشسرای عالی با مجوز شورای مرکزی دانشگاه‌ها تأسیس کرد. هدف این مؤسسه تربیت مدرسان ریاضی برای دانشگاه‌های کشور بود و با کوشش‌های مداوم وی 70 نفر مدرس ریاضی دانشگاهی در آن مؤسسه تربیت شدند و نیز کتابخانه تخصصی مؤسسه ریاضیات در کشور به وجود آمد که بی‌نظیر بود.